سلام دوستان، امروز میخوایم یه فیلم کمدی ماجراجویی فانتزی آمریکایی به نام سفرهای گالیور رو براتون تعریف کنیم. مردی میانسال به نام لمائل گالیور در آپارتمان کثیف خودش در نیویورک از خواب بیدار شده بود و روتین صبحگاهی خودش رو انجام میداد. اون با اسباب بازی های ابرقهرمانیش در قفسه صحبت میکنه و زیر دوش میرقصه و کارای احمقانش رو به ما نشون میده. گالیور در اتاق پشت یه شرکت روزنامه نیویورکی کار میکنه. در اون روز اون با کارمند جدیدی به نام دن آشنا میشه و با اون دوست میشه. گالیور رئیس دن در بخش پسته. هنگامی که آن دو نامه های خودشون رو برای اون روز تحویل میدن، با دوست قدیمی گالیور و روزنامه نگاری به نام دارسی سیلورمن روبرو میشن. گالیور سالهاست که عاشق اونه، اما هرگز اعتراف نکرده. در همون روز دن اعلامیه‌ای رو منتشر میکنه که میگه در اولین روز خود به عنوان رئیس بخش پست ارتقا یافته. گالیور 10 ساله که در این مرکز کار میکنه، اما هیچ کس در اونجا به اون احترام نمیذاره. دن ادعا میکنه که گالیور از صحبت کردن میترسه و هرگز در زندگی غیر از شغل پستی خود پیشرفتی نمیکنه. گالیور با عجله در حال خروج از دفتره که متوجه میشه دارسی تا دیر وقت مشغول کاره. اون جرأت به دست میاره و به اتاق اون میره تا از اون بخواد با هم بیرون برن. با این حال استراب اون همیشه اونو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین به جای این کار اون یک کاغذ تصادفی از روی میز دارسی بر میداره و بیرون میره. دارسی از اون میپرسه که آیا میخواد برای سفرنامه نویسی درخواست بده؟ گالیور موافقت میکنه و بنابراین باید روز بعد یک وبلاگ سفر ارسال کنه. اون در خونه چندین مقاله رو از اینترنت برای وبلاگ کپی و پیست میکنه. روز بعد در محل کار اونا رو به دارسی میده. دارسی تحت تاثیر مهارت نوشتن اون قرار میگیره و کار جدیدی برای اون فراهم میکنه و از اون میخواد که به مثلث برمودا سفر کنه و مقاله‌ای در مورد افسانه های کشتیایی که به طور مرموزی در اونجا ناپدید میشن بنویسه. گالیور برای تحت تاثیر قرار دادن اون موافقت میکنه. دارسی یه راه ارتباطی و قایق رو برای اون ترتیب میده. گالیور روز بعد به برمودا پرواز میکنه، جایی که یه نفر به عنوان راهنما به اون کمک میکنه. اون گالیور رو به یه قایق اجاره‌ای میبره و نحوه استفاده از اونو هم بهش نشون میده. سفر بسیار ساده است، چون قایق خودکاره. گالیور سرانجام به سمت مثلث برمودا حرکت کرد. اون در چند ساعت اول تنها در قایق خود با خوندن مجلات، ساخت ربات و نوشیدن چندین قوطی کوکاکولا لذت میبره. زود به خواب میره. مدتی بعد اون با موجی عظیم در مقابلش از خواب بیدار میشه. دریا طوفانی میشه و اون به سرعت جلیقه نجاتش رو به تن میکنه. قایق به شدت در آب میلرزه. گالیور بر میگرده تا طوفان دریایی عظیمی رو ببینه که به سمت اون میاد. اون با قایق در بالای طوفان قرار گرفته و به درون آب کشیده میشه و سپس در مرکز اون قرار میگیره. همه جا سیاه میشه. وقتی گالیور چشماشو باز میکنه نمیتونه بدنش رو حرکت بده. به پایین نگاه میکنه و وقتی میبینه چند مرد کوچک بالای سینش ایستادن متعجب میشه. رهبر اونا خودش رو فرمانده شهر پوتلیلی ادوارد ادواردین معرفی میکنه. دوربین نمای انبوهی از افراد کوچک نشون میده که در اطراف گالیور ایستادن. اونا اونو با تنابای کوچیک و چوب به زمین چسبوندن. فرمانده ادوارد گالیور رو یه جانور خطاب میکنه. گالیور گنگ و گیج شده و از ترس فریاد میزنه تا از تنابا رها بشه و فکر میکنه این یه رویاست. بعد سعی میکنه چشماشو ببنده. ادوارد به سربازاش دستور میده که جانور رو بیهوش کنن. سربازان قلابای خودشونو به شلوار گالیور میچسبونن و اونو بیهوش میکنن. وقتی گالیور از خواب بیدار میشه، متوجه میشه که به یک گاری بسته شده و به سمت مقر فرماندهی لیلیپوت کشیده میشه. غیر نظامیان کوچک از خونه های خودشون بیرون میان تا به این جانور نگاه کنن. اونو به کاخ سلطنتی میکشونن و به پادشاه لیلیپات شاه تئودور هدیه میدن. دختر شاه پرنسس مری دلش برای گالیور میسوزه و از ادوارد میپرسه که آیا این به بند کشیدن ها ضروریه یا نه.
ادوارد ادعا میکنه که گالیور جاسوسی از پادشاهی دشمن اونها بلافوت هست. گالیور بالاخره صحبت میکنه و از پادشاه میپرسه که اینجا کجاست. سخنگوی پادشاه تئودور، جیمز، به اون میگه که اون در لیلیپات بزرگترین ملت جهانه. گالیور فکر میکنه این یه شوخیه و از فیلم بردار ناموجود میخواد خودشون نشون بده. در این صحنه گالیور رو میبینیم که در داخل یه غار زندانی شده. اون با زندانی دیگه‌ای به نام هوراتی آشنا میشه که توسط ادوارد به دلیل تلاش برای ازدواج با پرنسس مری به حبس محکوم شده. ادوارد دوباره به اون دو نزدیک میشه و به حرفاشون گوش میده که کلمه لاماسو میشنوه. ادوارد با عصبانیت اونا رو تهدید به حبس ابد میکنه. اما گالیور ادعا میکنه که لاماس به معنای کسیه که شجاعه. ادوارد با خوشحالی از شنیدن پاسخ اون هر دو زندانی رو به مزرعه‌ای میبره تا اونجا رو شخم بزنن. اون با کمک قدرت گالیور اونو با ماشین مهار میکنه. درست در همون لحظه دو زنگ از قصر شنیده میشه که نشون میده بلافوتا حمله کرده. اونا در حال تلاش برای رو بودن پرنسس مری هستن و قصر رو به آتش کشیدن. ادوارد به سرعت به سمت قصر میدوه و به همه دستور میده که شاهزاده خانم رو نجات ندن چون خودش میخواد این کارو انجام بده. اما هوراسی و از گالیور میخواد که این کارو انجام بده چون ادوارد نمیتونه به موقع خودش رو برسونه. گالیور به راحتی سربازان بلافوتا رو پایین میاره و شاهزاده خانم رو نجات میده. اما پادشاه و وزیرش در آتش گیر کردن. گالیور با عجله روی ساختمان ادرار میکنه. وقتی آتش رو متوقف کرد و پادشاه تئودور رو نجات داد، همه براش دست زدن. پادشاه اون و هوراتی رو از زندان بیرون میاره و از گالیور به خاطر شجاعتش تشکر میکنه. اون همچنین برای جشن گرفتن این مناسبت همه رو برای مهمانی شبانه دعوت میکنه. ادوارد از اینکه میبینه شخص دیگه‌ای به خاطر شجاعتش تحسین میشه عصبانیه. در جشن پادشاه از گالیور میپرسه که اهل کجاست و اون پاسخ میده که اهل منهتنه. مردم تصور میکنن که گالیور رئیس جمهور منهتن بوده چون اون شجاع‌ترین فرد اونجاست. گالیور برای اولین بار در زندگیش مثل یه قهرمان دیده میشه. بنابراین اون داستان زندگیشو متفاوت از واقعیت بیان میکنه و ادعا میکنه که به عنوان رئیس جمهوری عالی شناخته شده. همه اونو باور میکنن به جز ادوارد. روز بعد مردم لیلیپات خونه ای عظیم برای گالیور ساختن با تمام امکاناتی که در زمان حضورش در نیویورک نمیتونست به دست بیاره. گالیور همچنین اونا رو وادار میکنه تا تئاتری بسازن که مناسب همه افراد پادشاهی باشه. بعد درامی از غرق شدن تایتانیک رو به اونا نشون میده و ادعا میکنه داستان زندگی خودشه. همه از زندگی غم‌انگیزی که اون داشته شگفت زده میشن. ادوارد میپرسه که چطور بعد از غرق شدن نجات پیدا کردی و گالیور ادعا میکنه که اونو احیا کردن. بعدن هوراسیو از گالیور میخواد که به اون کمک کنه تا شاهزاده خانم مری رو تحت تأثیر قرار بده و گالیور موافقت میکنه. اون دو به قصر میرن و هوراسیو به شاهزاده خانم نزدیک میشه. گالیور به طور پنهانی ترانه بوسه رو میخونه و از هوراسیو میخواد که اونو تکرار کنه. در پایان شاهزاده خانم از هوراسیو خوشش میاد. اما ادوارد از راه میرسه و میگه که به خواستگاری اون اومده. این دو قرار ازدواج کنن چون ادوارد شجاع‌ترین پادشاهه. پرنسس مری علاقه‌ای به ادوارد نداره اما به نظر میرسه که مجبوره درخواستش رو قبول کنه. گروه جستجو قایق شکسته شده رو با قوطی‌های کوکاکولا پیدا میکنن. وقتی گالیور برای دیدنش میاد متوجه میشه که تلفنش هنوز کار میکنه. اون 12 پیام صوتی از دارسی داره. معلوم شد که اون درباره سرقت موضوع مقاله توسط گالیور با خبر شده و عصبانیه. اون اکنون باید در همون مسیری حرکت کنه که گالیور از اون عبور کرده تا خودش تحقیقات مثلث برمودا رو انجام بده. گالیور الان نمیخواد به نیویورک برگرده و با اون روبرو بشه. بنابراین تصمیم میگیره برای همیشه در لیلیپات بمونه.
ادوارد از این تصمیم خوشحال نیست و به پادشاه میگه که به گالیور مشکوکه. پادشاه اونو برکنار میکنه و میگه گالیور خودش میخواد در اونجا بمونه. بنابراین به اون اعتماد داره. پادشاه لقب ژنرال جدیدو به گالیور میده و ادواردو به معاون ژنرال تنزل میده. ادوارد حسود سیستم دفاعی لیلیپاتو خاموش میکنه و برای دشمنانشون بلافوتا حمله رو آسون تر میکنه. پادشاه اونا اینو میبینه و دستور حمله فوری به لیلیپاتو میده. اونا از طریق آب به پادشاهی نزدیک میشن و گلوله های توپ رو به سمت لیلیپات پرتاب میکنن. در حال حاضر گالیور ژنراله و مسئولیت جلوگیری از حمله به عهده اونه. با عصبانیت وارد آب میشه و شروع به پاشیدن آب میکنه. گلوله های توپ روی گالیور که در مقایسه با اونها خیلی بزرگه کار نمیکنه. در نهایت اون بلافیتانو شکست میده و ناجی لیلیپات میشه. مردم لیلیپات تمام خواسته های گالیور رو برآورده میکنن. اونا حتی یه تندیس از میدان تایم ساختن تا اون احساس کنه در خونه خودشه. اونا لباساشون رو طوری تغییر میدن که با گالیور مطابقت داشته باشه. سربازانی گماشته میشن که موهای اونو کوتاه کرده و اونو ماساژ بدن. یک شب ادوارد وارد اتاق شاهزاده خانم میشه. اون ادعا میکنه این حق اونه که هر زمانی که خواست وارد خونه بشه، چون اون از شاهزاده خانم خواستگاری کرده. شاهزاده خانم در نهایت آشکار میکنه که اونو دوست نداره و نمیخواد با اون باشه. ادوارد عصبانی به بلافوتا میره تا از پادشاه خودش کمک بخواد. مردان ادوارد کتابی رو که گالیور در قایق داشته رو پیدا کردن. پادشاه بلافوتا موافقت میکنه که به اون کمک کنه تا با استفاده از کتاب رباتی بسازه تا با گالیور مبارزه کنه. چند روز بعد گالیور در میدان تایمز بود که زنگهای کاخ به صدا در میاد که نشان از حمله است. گالیور برای نبرد با افراد کوچک آماده میشه. اما وقتی ربات بزرگی که توسط ادوارد اداره میشه در مقابلش قرار میگیره، شگفت زده میشه. ادوارد اونو برای دوئل به چالش میکشه. گالیور راهی جز پذیرش نداره. اون سعی میکنه رباتو هل بده، اما ربات از اون قوی تره. گالیور رو با شلوارش بلند میکنه و باعث میشه اون شکست بخوره. گالیور همچنین اعتراف میکنه که هرچی درباره رئیس جمهور بودنش گفته دروغه. شاه و پرنسس از اینکه توسط اون مورد خیانت واقع شدن شگفت زده میشن. ادوارد به عنوان مجازات گالیور رو به مکانی ممنوعه به نام جزیره میفرسته که ما جرأت رفتن به اونجا رو نداریم. وقتی گالیور اونجا رها میشه، یه دختر کوچک غول پیکر اونو میگیره. معلوم شد این جزیره خونه غول هاست. دختر فکر میکنه گالیور یه اسباب بازیه و اونو در خونه باربی خودش نگه میداره و به اون لباسای صورتی دخترونه میپوشونه. در همین حال جسد دارسی به ساحل لیلیپات میرسه. گالیور به همه گفته که دارسی شاهزاده خانم اونه. بنابراین ادوارد اونو میشناسه و اونو زندانی میکنه. اون در زندان با پادشاه تئودور و ملکش ملاقات میکنه که اسیر شدن. بعد از شکست گالیور، هوراتیف اینو میبینه و تصمیم میگیره به جزیره‌ای که گالیور هست سفر کنه و اونو برگردونه. جزیره کوچکه و هوراتیف موفق میشه به سلامت به گالیور برسه. در خونه ی عروسک دختر بچه، اسکلت یه خلبان مرده ی نیروی هوایی آمریکا هم وجود داره. گالیور از چتر نجات برای فرار و پرواز به لیلیپات استفاده میکنه. اون ابتدا به ملاقات دارسی در زندان میره و اعتراف میکنه که اونو دوست داره. دارسی اونو به خاطر سرقت ادبی میبخشه و به نظر میرسه که از اون خوشش اومده. گالیور تصمیم گرفته که ادواردو برای دوئل به چالش بکشه. اون دیگه نمیخواد شجاعت خودش رو ثابت کنه، اما واقعا میخواد به لیلیپات کمک کنه. روز بعد هر دو در مقابل همدیگه قرار میگیرن و آماده نبرد میشن. گالیور از ادوارد میخواد که در صورت پیروزی پادشاهی رو به پادشاه تئودور برگردونه، اما در صورت شکست ادوارد پادشاهی رو به کلی نابود خواهد کرد. اون دو با هم میجنگن و ادوارد در عرض چند ثانیه بر اون غلبه میکنه. هوراتیو برای کمک به اون میدوه و موفق میشه وارد ربات بشه.
اون ادواردو از درون شکست میده و در نهایت رباتو از چنگ ادوارد خارج میکنه. بعد از اون گالیور به راحتی موفق میشه اونو شکست بده. همه اونو تشویق میکنن. حتی دارسی این بردو جشن میگیره. به دلیل شجاعت هوراتیو به اون اجازه داده میشه تا از پرنسس مری خواستگاری کنه. هر دو در نهایت همدیگر رو میبوسن. اما درست در همون لحظه ادوارد که به مرز جنون رسیده شاهزاده خانم رو گروگان میگیره. شاهزاده خانم که ناامید شده بود فقط خائن و کتک میزنه. بعد دارسی برای اولین بار گالیور رو میبوسه. پادشاه بلافوتا و تئودور میخوان دوباره جنگ رو آغاز کنن. اما گالیور اونا رو متوقف میکنه. اون موفق میشه که به ایجاد صلح بین دو پادشاه کمک کنه و در نهایت اون به همراه دارسی به شهر نیویورک برمیگردن. چند هفته بعد گالیور شغل خودش رو در اداره پست رها میکنه و یه سفرنامه نویس میشه. در حال حاضر اون و دارسی با خوشحالی در کنار هم هستن. گالیور به تازگی ماموریت سفر رو تموم کرده و فیلم در حالی به پایان میرسه که اونها دست در دست هم از دفتر دارسی خارج میشن. ممنون از توجهتون.